به نام خدای مهربانی ها کتاب بیشوری اثر دکتر خاویر کرامت مترجم محمود فرجامی صدا یلدا شکیبا فصل اول چه کسی بیشور است و چرا یک نفر باید بخواهد بیشور باشد؟ سرگذشت فرد اگر بیشورها عاشق می شوند فقط به یک دلیل است میخواهند در هیچ چیز کم نیاورند از جمله عشق وینیفرد عاشق شکست خورده ی یک بیشور از میان تمام مشاقل عالم شغل وکالت چنان با بیشوری درگیر است که به جاز این کتاب را با یک مورد از آن آغاز کنیم سرگذشت فرد را از زبان خودش میشنویم روی صندلی کنارم ولو شدم و آنقدر خسته بودم که نمیتوانستم بقیه روز را تاب بیاورم. ساعت تازه نه رو بود اما انگار بعد بیاری ساعت سرش نمیشد. داشتم از دست میرفتم. انگار با ده نفر دعوا کرده بودم. وقتی که از خواب شده بودم سردماق بودم. اما وقتی خواستم صبحانه بخورم حالم گرفته شد. من هر روز دقیقا یک جور خوراک برای صبحانه سفارش می دهم. تخم مرغ آب پزه سه دقیقه جوشیده، ژامبون، نان توست، آب میوه و قهوه. دیگران هم می دانند که وقتی من می تخم مرغی می خواهم که سه دقیقه جوشیده باشد منظورم این است که دقیقا سه دقیقه جوشیده باشد آن روز هم صبحانه مطابق معمول برایم آماده شد اما تخم مرغ بیشتر از حد جوشیده بود تقریبا سی ثانیه بیشتر جوشانده بودنش مگ پیش خدمت رستوران را صدا زدم و بهش نشان دادم که تخم مرغ بیشتر از حدش جوشیده است نگاه چندشاوری به من انداخت و گفت اصلا برش میگردونیم توی قابلمه و ناپزش میکنیم دوست دارید تخم مرغتون چقدر اصلی بشه قربان به او گفتم اگر بخواهد از این خوشمزه بازی ها برای من درآورد از انعام امروزش خبری نخواهد بود پنج دقیقه بعد بعد از اینکه برای سومین بار از او خواستم تا فنجان قهوهام را پر کند تمام کتری را روی لباس من خالی کرد مگ گفت که این کارش عمدی نبوده است اما من که بچه نبودم. اگر صبحانه به اندازه کافی مزخرف نبود، در عوض مسیر تا سر کار واقعا مزخرف بود. به خاطر اینکه در جایی که سرعت مجاز 35 مایل در ساعت بود، 50 مایل در ساعت رانده بودم. یک افسر پلیس متوقفم کرد و دو تا برگ جریمه داد دستم. دومی به خاطر نبستن کمربند ایمنی. از گوره در رفتم و ازش پرسیدم چرا به جای من آن بیشعوری را که دو مایل جلوتر نزدیک بود با ماشینش من را له کند جریمه نمی کند. او هم در عوض آن دو جریمه را از من گرفت و به خاطر تمرد از دستورات پلیس به مبلغ آنها اضافه کرد. حالا دیگر آنقدر مبلغ جریمه ها بالا رفته بود که باید برای پرداختشان از جای قرض می کردم. وقتی سر کارم رسیدم ماشینم را در جای همیشگی پارک کردم. اما همین که پیاده شدم پایم توی یک تاپاله بزرگ اسب فرو رفت حتما یکی داشت سر به سرم میگذاشت اما من وقت نداشتم که پیدایش کنم خیلی ها در مزان اتهام بودن اما این پایان ماجرا نبود همانطور که داشتم به دفترم که در بالاترین طبقه ساختمان بود میرفتم آسانسور گیر کرد و من بین طبقه سوم و چهارم ماندم زیاد طول نکشید که آسانسور به افتاد اما در همین بین شنیدم که یک نفر در طبقه چهارم میگفت فرد توی آسانسور گیر کرده نمیشه کاری کرد تا شب همونجا بمونه باید یادم میماند که بعدا خدمه بخش نگهداری و تعمیرات را به خاطر اینکه گذاشته بودند آسانسور خراب شود اخراج کنم قبلا هم گهگاهی بدبیاری هایی مثل این داشتم اما حالا آنقدر زیاد شدند که کلافم میکنند من همیشه از شکست بیزار بودم تقریبا تا پیش از این دوران هرگز طعم شکست را نچشیده بودم اما حالا دائما باید طعم تلخ آن را احساس کنم و این امر خیلی افسرده و معیوسم می کند. مطمئن نیستم که آیا هنوز جنمش را دارم که آن کاری را که لازم است انجام بدهم یا نه این هم نوعی برد و باخت است من در تمام زندگیم دست به هر کاری زده هم تا همیشه برنده باشم وقتی بچه بودم در تمام بازی ها و ورزش ها از همه سر بودم البته خب بعضی وقتها هم مجبور می شدم برای برنده شدن کلک بزنم که خب آن هم جز مزه کار محسوب می شد. دوست داشتم با برادرهایم سرشاخ شوم تا برنده بشوم. شیرین ترین لحظه هایم وقت بود که می توانستم سر پدر و مادرم را طوری شیره بمالم که مجبور شوند دقیقا همان کاری را بکنند که من خواسته بودم. در دوران دبیرستان در فعالیت های فوق برنامه و هم در ورزش پرشور و شر و اهل رقابت و روکم کنی بودم یاد گرفته بودم چطور رقیبانم را با جنجال و حیاهو از میدان بدر کنم و یک جوری مغلطه کنم که هیچ کس نتواند مچم را بگیرد. در هر کاری اول به دنبال فوتوفنی میگشتم که بتوانم با آن از دیگران جلو بیفتم و در کسب این طور پیروزی ها مهارت پیدا کرده بودم. اصلا برای همین بود که زندگی می کردم. در دوران بلوغ دخترها هم جز رقابت قرار گرفتن که حتما باید در آنها برنده می شدم. از تسلط بر آنها کیفور می شدم. دلم می خواست همه دخترهای لون، دخترهای سانتیمانتال، دخترهای قد بلند، دخترهای قد کوتا و به خصوص دخترهایی را که پا می دادن به چنگ بیاورم. بعد از هر شکار هم به سراغ تومه بعدی می رفتم. خوب که فکر می کنم حدس می دلیل اینکه اینقدر از کم آوردن فراری بودم رفتاری بود که برادرهای بزرگترم با من داشتند. آنها همگی مرا به خاطر بچگی و کوچکتر بودنم مسخره می و من هم در عوض سعی می که از حد و مرز خودم بالاتر بروم. هیچ چیز برایم شیرینتر از آن نبود که روی آنها را کم کنم و البته هر چه سنم بالاتر می رفت و بزرگتر می در این کار بیشتر و بیشتر موفق می شدم. وقتی کوچک و درمانده بودم با خودم عهد کرده بودم که تمام کارهایشان را تلافی کنم و به عهدم وفا کردم فکر می کنم پدرم هم هر بار که میدید من کارهای برادرهایم یا هر کس دیگری را که بزرگتر بود تلافی می کنم خیلی خوشش می آمد. چند بار شنیده بودم که با صدایی که به سختی شنیده می گفته بود همین روزهاست که این انچوچک گویی مثل پدر پیره شود. در دانشگاه حقوق خواندم با درجه عالی فارغ و تحصیل شدم و برای همکاری به یک مؤسسه حقوقی بزرگ دعوت شدم. بعد از 20 سال حالا من یکی از شرکای اصلی آن مؤسسه هستم و درآمد آمد شش رقمی است. در حالی که برادرهایم همگی به شغل پدرمان چسبیدند و به طور شراکتی کاری را که پدر پایش را گذاشته بود ادامه می دهند. البته برنده بودن همیشه کار آسانی نیست. هرچند که در دانشگاه به اندازه کافی به ما رقابت بیرحمانه و از پشخنجر زدن یاد داده بودند. به زودی فهمیدم که در دنیای بیرحم خودخواه واقعی بیشتر از حدی که آموخته بودیم به آن درس ها نیاز است. زمرن فهمیدم که نباید به دیگران کوچکترین فرصتی برای عرض اندام و موفقیت داد و هرگز هم ندادم. برای موفقیت در زندگی باید حقه های زیادی آموخت و کوچکترین فرصتی را از دست نداد. به خصوص اگر لازم شد باید هر کاری را هر چقدر هم که کسیف باشد تلافی و مقابله به مثل کرد. با این اوصاف کاملا برای موفقیت آماده بودم. مرتب روی خودم کار می کردم تا پست و رزل به خصوص رزل باشم. به کلاس های بهبود روابط اجتماعی رفتم و یاد گرفتم چطور به راحتی اعتماد مردم را برای سوء استفاده جلب کنم. یاد گرفتم دروغ بگویم، حق سوار کنم و رو حقایق را طور دیگری وانمود کنم. یاد گرفتم که چه وقت باید یک نفر را به زمین زد و چه وقت به آسمان برد. با این هنرها اگر وکیل نمی شدم قطعا می توانستم یک نمایشگاه اتومبیل را به خوبی اداره کنم. وکیل دادگستری موفقی شدم. به زودی از قدرتی که به دست آورده بودم سرمست شدم. به خصوص وقتی بیشتر لذت می بردم که می توانستم قانون را به سمتی که میلم بود منحرف کنم. هرچه منحرفتر بهتر. استفاده از قانون در یک مورد مشروع هنر نیست و هر آدم تازه کاری از پس آن برمی آید. اما فقط یک استاد کار خبره می تواند آن را در راستای منافع خودش و حتی اهداف خلاف قانونش به کار گیرد. خیلی دوست دارم که آدم های لطیف متشخص و درستگاری را که انگار برای شکست خوردن آفریده شدن از میدان بدر کنم. معتقدم که بزرگترین وظیفه من در زندگی آن است که به این موجودات احساساتی و رقت انگیز یاد بدم که کم نیاوردن یعنی چه. هیچ وقت ازدواج نکردم اما هرگز بابت این موضوع پشیمان نیستم. هر وقت دلم بخواهد مدتی را با یکی میگذرانم. با این کار از هزینه های خانه و زن و بچه خلاصم و ضمنا اجازه نمیدم که زنی زندگی را با من شریک شود و آنقدر به من نزدیک شود که بتواند در کارهایم نظر بدهد یا برای کارهایش از نظرم استفاده کند آن هم بدون پرداخت حق مشاوره بیشتر وقتم را صرف کارم میکنم میدانم که آنجا برندم بسیاری از موکلان من که خودشان بهتر میدانند چه کارها که نکردهاند طوری به سالن دادگاه پا میگذارند که انگار دارند به جهنم می رون. اما با حکم تبرعه از آنجا خارج می شوند. بعضی از آنها را توانستم هفته هش بار تبرعه کنم. عاشق هنرنمایی در مقابل هیئت منصفه نهایت دست و پنجه نرم کردن با سیستم قضایی همین است که هشت نفر را متقاعد کنید که موکل شما مثل یک بچه شیر خاره پاک و معصوم است. حتی اگر پولهایی که از بانک دزدیده همانجا توی جیبش قلم بیده باشد برنده بودن چیزی نیست که فقط از خودم انتظار داشته باشم همه کارمندان و زیر هم باید همیشه برنده باشند برای این منظور مثل اسب عساری از آنها کار میکشم و میدانند که به هیچ وجه اشتباهات را تحمل نمی کنم. البته گهگاه پیش می آید که یکی از آنها بخواهد اشتباهی را که مرتکب شده با این دستاویز توجیه کند که من آنقدر کار سرش ریختم که به همه آنها نمیرسد اما من به هیچ کدامشان اجازه نمی دهم تقصیر ندانم کاری هایشان را به گردن من بیندازند. چیزی که هیچ وقت تحملش نمی کنم آدمی است که بخواهد در مقابل من تیز بازی درآورد. حالا چه برای من کار کند و چه موکل باشد؟ رئیس منم و هیچ کس حق ندارد برایم تعیین تکلیف کند یا ازم ایراد بگیرد. با این حال دارم از کشمکش دائمی با کارکنانم خسته می شدم. اصلا وفاداری و ارق کاری از بین رفته است. در سه سال گذشته چند بار مجبور شدم تمام کارکنان مؤسسم را عوض کنم. دیگر منشی و تایپیست خوب هم پیدا نمی شود. بعضی اوقات حتی اسم کسانی را که دارم اشکالاتشان را گوش زد می کنم نمی دانم. تا پیش از این همه حساب کتاب های مؤسسه با من بود و فقط خودم از آنها سر در می آوردم. اما شرکایم به تازگی زیاد پاپیم می شود. انگار به خاطر اعتبار و اعتدالی که برای مؤسسه فراهم کردم باید به هزارات پاسخگو هم باشم. چیزی که اصلا زیر بارش نمی روم به خصوص از وقتی که برای اعتبار و اعتدال مؤسسه بدون اطلاع دیگران مبالغ هنگفتی به خودم قرض دادم. علاوه بر کارکنان و شرکای مؤسسه مشتری ها هم اعصابم را خیلی خورد می کنند. فقط در همین ماه گذشته سه نفر از موکلانم به اتهام قصور در دفاع از من شکایت کردند قبول دارم که در پرونده های آنها شکست خوردم. اما تنها دلیل این امر فقط این بود که اعضای هیئت منصفه آنقدر فهم و شعور نداشتند که قصه های زیرکانه من در آنها اثر کند. بعضی از پرونده ها اینطوری می شود. البته مسئله ای نیست و با این پرونده هایی که به اتهام قصور علیه من به جریان انداخته اند با همان شیوه های همیشگی خودم برخورد می کنم و کاری می کنم که شاکیانم آرزو کنند هیچ وقت کلمه قصور به گوششان نخورده بود اما اصلا سر در نمی آورم چرا بعضی هایی که تمام عمرشان بازنده بوده اند از یک باخت دیگر اینقدر ناراحت می شوند و کولی بازی در می آورند آن هم در این حد که من را متهم کنند با طرف مقابل ساخت و پاخت کردم منی که اصلا و ابدا اهل این جور آدم فروشی ها نیستم مگر اینکه مگر اینکه طرف مقابل پیشنهاد مبلغ خیلی بالاتری بدهد حالا شاید دلیل این خستگی من را بتوانید بفهمید کم کم دارم به این نتیجه میرسم که این وضعیت بهای برنده شدن به هر بهایی است و احتمالا من دیگر نمیخواهم این بها را بپردازم من فرد را در چنین وضعیتی دیدم. او باید سه واقعیت مهم را درک می کرد. یک او واقعا برنده نبود بلکه فقط بیشعور بود. بیشعوری نوعی بیماری است که وقتی شخص گرفتارش شد رفتار مردم ستیزانی در پیش می گیرد. در واقع فرد از زندگی خسته نشده بود بلکه از بیشعور بودنش که باعث شده بود همه او را ترک کنند خسته شده بود. دو همین که شخصی به بیشوری مبتلا شد این بیماری بر تمام شعونات زندگی او مسلط می شود. بیشوری مثل انگل از بدن شخص بیمار تغذیه می کند و جدا شدن از آن آسان نیست. وقتی کسی بفهمد با حق بازی یا زورگویی می تواند پیروز میدان باشد در دوری می افتد که خارج شدن از آن مشکل خواهد بود. سه اگر بخواهی از بیشوری نجات پیدا کنی باید روی خودت کارهایی انجام بدهی مهم نیست که دیگران به خاطر ناشی و پرت بودنشان نمی توانند کاری برایت انجام دهند. حتی این واقعیت که بسیاری از مردم هم بیشورند چندان اهمیتی ندارد. اگر بیشوری تنها دشمنت خودت هستی و تنها کسی هم که می تواند بیشوری را از بین ببرد خود تو هستی. فرد از آن نوع بیشورهایی بود که تقریبا غیر قابل درمانند. انسانی با زمیر غیر قابل نفوذ. اولین بار که به او گفتم بیشور است کم نیاورد و پاسخ داد بیشور باباته جواب دادم راست میگویی ولی نمیدانستم تو هم پدرم را میشناسی دوستش بوده ای؟ فرد گفت منظورم این بود که فحشت داده باشم پرسیدم چرا؟ به خاطر اینکه اگر من بیشعورم تو هم بیشوری گفتم خب به همین خاطر است که میتوانم بهت کمک کنم تا فرد برایم گفت تنها دلیلی که باعث شده تصمیم به درمان بگیرد این بوده که من آن روز به قدری او را گیج کردم که تا پیش از آن هرگز تا به آن حد گیچ نشده بوده است یعنی سرآغاز مراحل درمانی او از اینجا آغاز شد و این نکته مسئله مهمی را روشن می سازد. مراحل درمان هر بیشعوری با بیشعور دیگر ممکن است بسیار متفاوت باشد. هیچ فرمول علمی دقیقی در این مورد وجود ندارد. هر بیشعوری خودش مراحل درمانش را مشخص می کند. هرچند که همیشه اقرار به بیشعور بودن و مرد و و انگاه عزم جدی برای تبدیل شدن به یک آدم باشور گام اول است. وقتی که نخستین گام برداشته شود، مراحل بعدی زیر در جهت درمان بیشوری امکان پذیر می شود. درک خسایل و شخصیت کاملا پوچی که پایه و مایه بیشوری شماست. به این پوچی در برخی از متودهای درمانی بیشوری چاه گفته می شود و در بقیه چاله. فهمیدن این مطلب که پر کردن این چاه با تغییر رفتار امکان پذیر است. تغییر رفتار به نحوی که دیگران را حقیقتاً به سوی شما جلب کند و آنها را به جای اینکه پوست خربزه زیر پایتان بیندازند دوستان واقعی شما کند. کشف این واقعیت که واقعا قادر به تغییری چیزی که زندگی نام دارد هستید. در حقیقت هر بیشعوری که خودش را اصلاح می کند بیش از حد تصور به بهبود کیفیت زندگی بر روی کره زمین کمک می کند. انجام این تغییرات ساده نیست چرا که به تغییرات بنیادی در نحوه تفکر و رفتار انسانی نیاز دارد. وقتی که بفهمید اعضای خانواده و دوستانتان واقعا در مورد شما چطور فکر می کند، بهت زده خواهید شد حتی شاید افسرده شوید و احساس گناه و سرفکندگی کنید چیزهایی که تحملشان برای درمان بیشوری احتمالاً سخت و مشقت بار است اما مطمئن باشید به زحمتش میارزد و معیوس نشوید خوشبختانه ماجرای فرد پایان خوشی داشت او سرانجام فهمید که در دنیا آدمهای بازنده خیلی بیشتر از آدمهای برنده اند و او اگر میخواهد محبوب باشد باید بیشتر با بازنده ها باشد. فرد با مک ازدواج کرد. بی را به همان افسری که جریمهش کرده بود و معلوم شد که چشمش دنبال ماشین فرد بوده فروخت و برای جبران توهین و آزار و عذیت که به کارکنانش روا داشته بود به همه آنها پاداش و اضافه حقوق کلانی داد. بعد هم استفاده داد و به نیروهای حافظ صلح در افغانستان پیوست. جلسه تودی او به قدر شلوغ شده بود که در تاریخ مؤسسه سابقه نداشت. چند سرگذشت دیگر فکر نمی کردم که بیشور باشم. فقط مثل فرمان روای زورگوی بودم که تنها زمانی خوشنود می شدم که داشتم حرمت و شادمانی اطرافیانم را زایه میکردم. کردم. یک بیشور تحت درمان ممکن است برخی از خصوصیات خودتان را در سرگذشت فرد که پیشتر آمد تشخیص داده باشید. سرگذشته او از آن روایت است که من معمولا می شنفم. اما همه بیشور های موجود در چنین احمق های جاه طلب زورگو و خودستایی خلاصه نمی‌شوند. گونه های فراوانی از بیشور ها وجود دارند که باید بررسی شوند. به عنوان نمونه چند تا از آنها در روایت های زیر نشان داده شدند. الکسیس قد بلند، جذاب و بلند است. اکنون در آستانه چهل سالگی خودش را در حرفش موفق اما در یک رابطه عاطفی شکست خورده می داند. در این مورد او هم مثل بسیاری از بیشورها زیاد درباره خودش چیزی نمی داند. الکسیس همیشه محبوب پسرانی بود که می از عهده مخارج هنگفت هوسرانی های او برایند. رابطه برقرار کردن با الکسیس چندان کار مشکلی نبود و به راحتی هم میتوانست به رخت خواب منتهی شود. اما مثل این بود که یک نفر بخواهد روحش را به شیطان بفروشد. با این اوصاف او همیشه میتوانست مردانی را پیدا کند که با کمال میل این مخارج را بر عهده بگیرند. آنها برایش بهترین لباسها و جواهرات را میخریدند و کمکهایی به او میکردند که هیچ وقت مجبور نبود جبران کند همیشه یک ماشین مدل بالا و آپارتمانی گران قیمت برایش مهیا بود حتی اگر علنا میگفت که هیچ پولی بابت اینها نخواهد پرداخت از نظر او مردها فقط به درد این میخوردند که در را برایش باز کنند در حالی که در مقابلش از جا برمیخیزند زیباییش را تحسین کنند و صورت حسابهایش را بپردازند الکسیس در یک آژانس تبلیغاتی به این موقعیت دست یافت جایی که استفاده اش از ایده های دیگران و مانورهای اش بر روی آنها باعث شد تا به سرعت پیشرفت کند و از نردبان ترقی آژانس بالا برود او در کارش مثل گربه بود یعنی هیچ وقت مستقیما با کسی درگیر نمیشد اما با هیلگری کار خودش را پیش می برد. میدانست چطور با پنهان کردن یادداشت‌های مهم و مزایقه کردن اطلاعات مفید از همکارانش آنها را مثل احمقها جلوه دهد الکسیس استاد کسب اعتبار از موفقیتهایی بود که هیچ کاری برای آنها نکرده بود و میتوانست از زیر بار مسئولیت اشتباهات حتی اگر در حد فاجعه بودند شانه خالی کند او با استفاده از جذابیت شخصیش توانست مشتری های زیادی را جذب آژانس کند و بسیاری از آنها او را مسئول سفارش های خود کردند. بیشترین اعتبار را در آژانس به دست آورد و از مزایای آن لذت می برد و از اینکه میدید خیلی ها به او حسادت می کنند، کیف می کرد. البته الکسیس می دانست که دارد نان رنگول آبش را میخورد ولی مگر تبلیغات چیزی جز رنگول و آب است. با این حال الکسیس از زندگی شخصیش ناراضی بود. از 20 سالگی تا 30 سالگی و تا حدود زیادی از 30 سالگی تا 40 سالگی دلخوشی های زیادی داشت اما هر چه سنش بالاتر می رفت سوال بیش از پیش ذهنش را به خود مشغول می کرد آیا او آدم موفقی بود یا صرفا یک تن فروش البته او آنقدر مهارت داشت که به راحتی از این مسئله قامز تفره برود اما این سؤال در ته ذهنش رسوب کرده بود به مرور ایام نظرش نسبت به مردانی که با آنها رابطه داشت برمیگشت اگر مردی به اندازه کافی پول دار بود یا خیلی پیر بود و یا خیلی بیریخت و اگر طرف خوشتیب و جوان بود لات و آس و پاس از آب در می آمد. اگر هم کسی حسابی به او ابراز عشق می کرد الکسیس میفهمید که یارو آنقدر احمق است که نتوانست شخصیت واقعی او را در پس ظاهر اش تشخیص بدهد. الکسیس از هر کسی که میخواست بر او تسلط داشته باشد هم به سرعت میبرید سلطه مردان فقط در رختخواب برایش قابل تحمل بود و لاغیر اما نارضایتی از مردان فقط نیمی از ماجرا بود الکسیس هیچ دوستی نداشت همکارانش فقط از او تحقیر دیده بودند و دشمن خونیش شده بودند با همسایههایش هم دائما در جنگ و ستیز بود برای پارک ماشینش در جایی که دوست داشت و عملا غیرممکن بود به خاطر صدای بسیار بلند ضبط صوتش و برای عادتش به نیم اوریان قدم زدن در لابی مجتمع مسکونیشان هرچند که به این مسئله آخری مردان همسایه هیچ اعتراضی نداشتند و خیلی هم موافق بودند اما زنهایشان هر بار با دیدن او مثل مار زخم خورده می شدن. الیکسیز حتی نمی توانست با مادرش درد و دل کند و نزد او آرامش داشته باشد. چون سالها بود که با مادرش یک کلام هم حرف نزده بود. دقیقا از زمانی که مادرش به خاطر اینکه الکسیس دیرتر از ساعت مقرر به خانه آمده بود یک هفته قطقن کرده بود که شب بیرون برود او هیچگاه به تلفن‌های مادرش جواب نمیداد و همه نامه های او را باز نشده برمیگرداند الکسیس بیچاره با استعداد پولدار و موفق بود اما با همه اینها بدبخت بود آیا او قربانی حسادت و بدخواهی دیگران شده بود یا فقط بیشعور بود وقتی که الکسیس برای مشاوره نزد من آمد فهمیدم که مادرش از آن آدمهای مستبد بوده که همیشه از او ایراد میگرفته و به ندرت به خاطر موفقیتهایش تعریف و تحسینش میکرده است مادرش به استعداد و زیبایی الکسیس حسودیش می شده و سعی می کرده با القای حس گناه و تضعیف اعتماد به نفس او کامش را تلخ کند. تشخیص آسان بود. گفتم مادرت بیشور است. با عصبانیت پرسید شما ساعتی 100 دلار از من پول میگیرید که چیزی را که خودم میدانم تحویلم بدهید و داشت راه میافتاد که برود که با انگشت اشاره کردم صرف داشته باش احتمالا از همان اشاره های انگشت فهمید که من مقعد شناسم و گذاشت حرفم را ادامه بدهم گفتم و تو بچه یک مادر بیشور هستی گفت خب این شد یک چیزی کاملا مشخص بود از اینکه تقصیرها دارد گردن یکی دیگر میافتد احساس آرامش پیدا می کند. گفتم تو خواسته بین خودت و خودخواهی های مادرت دیوار بلندی بکشی. اما این کار به بهای کشیده شدن یک دیوار بلند بین تو و تمام ارتباطات انسانی بوده. پرسید یعنی چی؟ شیر فهمش کردم. یعنی اینکه تو هم بیشور شده ای. با راهنمایی و کمکهای من و یک گروه درمانی او سرانجام توانست اعتیادش به بیشوری را قبول کند و دریابد که چگونه این بیشوری باعث شده که او برای حفظ موقعیت فریبکاری کند، دروغ بگوید و از دیگران سوء استفاده کند. البته من توجیه ویژه هم بر روی اصلاح عادات و رفتارهای جنسی الکسیس مبذول داشتم و باید بگویم که درمان او یک موفقیت محشر و هیجان انگیز بود. او اکنون در شهر پیتسبرگ زندگی می کند و در یک فروشگاه بزرگ به صندوقداری مشغول است. با یک کارگر معدن بیکار ازدواج کرده. یک بچه دارند و یکی دیگر هم توی راه است. الکسیس خوشبخت است. دستکم کم دیگر بیشعور نیست. هوبرت بچه نه ساله بود که برای معالجه نزد من آوردن پدر و مادرش نکبت صدایش می‌کردند و در مدرسه درجه مطلقا کودن به او داده بودند. چهار درمانگر تا آن موقع او را جواب کرده بودند و دو تا از آنها بعد از سر و زدن با او حرفه رواندرمانی را رها کرده بودند و به کارهای کم استرستری رو آورده بودند. یکی رام کننده شیر شده بود و دیگری بازرس مخفی مواد مخدر. در واقع او هم بیشور بود مورد حبود به سادگی ثابت می که ارزامن همه بیشورها محصول دوران کودکی و تربیت نابه‌هنجار نیستند. شاید یکی مثل الکسیس چنین بود اما قطعا حبود به خاطر تأثیرات دوران کودکی نابهنجار بیشور نشده بود چرا که او خودش یک کودک نابه هنجار بود. مشکل اساسی هوبرت این بود که تحمل دیدن راحتی و خوشحالی دیگران را نداشت. مثلا اگر چند تا دختر بی سر و صدا برای اسرانه دور هم جمع می شدند، هوبرت نمی توانست آرام بنشیند و حالشان را نگیرد. مل یک خلبان ژاپنی به عملیات انتحاری می رفت. روی سرشان هوار می شد و عملیاتش را با به هوا فرستادن ظرفها و نوشیدنیها و دخترهای کوچولو با موفقیت به اتمام می رسند. یا چند بار گوه سگ را در استخر شنای عمومی انداخته و آنجا را به تعطیلی کشانده بود البته هوبرت ویژگی های مثبتی هم داشت مثلا از آن بچههایی بود که هیچ وقت برای قبول شدن در امتحانات تقلب نمیکرد. به جای این جور لوس بازی ها با یک تفنگ واقعی به در خانه معلمش میرفت و او را تا سرحد مرگ می ترسان تا نمره قبولیش را بگیرد مورد هوبرت به ویژه از آن جهت که او جز بدجنسی و مردم آزاری چیز دیگری نمیفهمید مورد مشکلی بود وقتی به او گفتم که بیشعور است نیشش تا بناگوش باز شد و گفت من اولین کسی هستم که اینقدر خوب درباره او حرف میزنم و از بیشعور نامیده شدنش خیلی اظهار خوشحالی کرد آه از نهادم برخواست و فهمیدم این از آن موارد واقعا مشکل است البته من هم بیدی نیستم که با این بادها بلرزم و تصمیم گرفتم برای درمان عمیق این پسر بچه از تجربیات خودم در زمانی که مقعد شناس بودم استفاده کنم. معاینه کامل سه یکی از این تجربه ها بود. از آن موقع به بعد من از همکاری کامل هوبرت لذت بردم و حالا هم با مسرت اعلام می کنم که او به زودی مدال افتخار پیشاهنگی خواهد گرفت. والتر کیشیش بود؟ او چهارده سال پیش به این کسفت درآمده بود و از آن مدت در دوازده کلیسا خدمت کرده بود. حرارت بسیاری در یادگیری انجیل و موعظه کردن داشت و خودش را متخصص امراض روانی و درمان گناهکاری می دانست. او واقعا باور کرده بود که خودش را فنای در راه حق و وظیفه خطیر الهیش کرده است. والتر در خطابه هایش به سراحت می گفت که وظیفه ما آن است که در محضر خدا مواظب به کوچکترین اعمال رفتارمان باشیم چرا که با ارتکاب کوچکترین خطایی یک سر در دامن گناه می قلتیم. او عاشق این بود که بگوید بدانید آن خدایی که جنبیدن هر برگ درختی در لوح او محفوظ است کوچکترین لغزش من و شما را به نیکی می دارد و هرگز آن را فراموش نمی کند. بعضی وقتها والتر در هنگام موعظه حالت عصبی و تهاجمی به خود می گرف. به طوری که هر آدم عاقلی از علاقه و جدیت والتر برای ایجاد دافعه شگفت زده می شود. چند بار هیئت مدیره کلیسا برای این حالتها به والتر تذکر داده بود اما او همیشه با لفظیها و جست زاهدانه نه فقط انتقادات را قبول نکرده بود بلکه یک چیزی هم طلبکار شده بود. والتر معمولا به هیئت مدیره یادآوری می کرد که خادمان راستین خداوند دشمنان زیادی دارند و هیئت مدیره کلیسا نباید اجازه دهد کسانی که هیچ کاری برای خداوند نکردند آنها را بازیچه دست خود کنند. اوزا بر این منوال بود تا اینکه یک بار والتر تصمیم گرفت برای یک شنبه درباره زنای محسن موعظه کند. با همان حالت همیشگی خطابه قرایی درباره این گناه کبیره ایراد کرد و در مورد کراهت و شناعت عظیم زنای محسنه در نزد پروردگار سخنرانی کوبنده کرد. او به حاضران گفت که جای هر کسی که چنین گناهی را مرتکب شده باشد تا ابد در قعر جهنم است و هیچ جای امیدی هم برای کسی باقی نگذاشت. یکی دو هفته بعد وقتی که والتر داشت مراسم عشای ربانی را آغاز می کرد، یکی از هزار که ظاهر موقر و متشخصی هم داشت از جای خود برخاست. و با اسلحه‌اش به سمت والتر نشانه رفت. آن مرد به والتر گفت: بهتر است دعایت را از ته دل بخوانی چون شاید آخرین دعایت باشد و حتما هم از خدا بخوا که برای زناهای محسنه و غیر محسنه ببخشدد. چون اگر دست از سر زن و دخترهای من بر نداری خودم تا در دروازه جهنم راهیت می والتر آن موقعیت ناگوار را با تقوا و خشتنداری تحمل کرد. او به هزار گفت که تهمت آن مرد محترم ناحق است اما او از سر تقصیرش میگذرد بسیاری از حاضران به خاطر این بردباری مؤمنانه و حتی قدیسانه والتر به گری افتادند اما روزگار والتر سر آمده بود چند روز بعد شورای مخصوصی متشکل از پدران و شوهران حد ناموس شده نامه به سر اسقف منطقه نوشت و درخواست کرد که نه تنها والتر از کلیسای ناحیه آنها اخراج شود بلکه خلع لباس هم بشود اسقف برای مذاکره محرمانه او را فراخواند والتر آنجا هم هر تهمتی را بی اساس خواند اما شاکیان دست پری داشتند آنها عکسهای رنگی واضحی از والتر در هنگام ارتکاب عمل به همراه نوارهای صوتی حاوی صدای زنان و دختران رو کردند با وجود این اسناد و مدارک والتر باز هم کم نمی آورد او می گفت این راهی بوده که او برای اجرای این فرمان مسیحی که می فرماید به همسایت عشق ورز انتخاب کرده است در خانه یک خادم خدا باید همیشه به روی بندگان خدا باز باشد چه روز چه شب و چه نیمه شب والتر به کلیسای سیزدهم فرستاده شد اما اسقف عکس های رنگی خوشکیفیت را لابد برای روز مبادا نزد خود نگه داشت ضربه نهایی وقتی بود که زن والتر اعلام کرد که او با بچه ها به خانه پدرش برخواهد گشت و علاوه بر این پیشنهاد شغلی در بنیاد بین ترویج بی خدایی را هم پذیرفته است. والتر داغان شد. او همیشه فکر می کرد که اسقف از او حمایت خواهد کرد و زنش هم تحت هر شرایطی با او خواهد ماند. خیلی سعی کرد تا راه نجات اقلانی و یا مؤمنانه بیابد اما موفق نشد. او در محاصره دشمنان زیادی قرار داشت و کسی نبود که نجاتش بدهد. والتر به این نتیجه رسید که اینها کار شیطان است. اما واقعا این وضعیت به خاطر شیطان بود یا بیشعوری؟ والتر را اسقف نزد من فرستاد. من به والتر کمک کردم تا زیر پوسته دینداریش را ببیند و قبول کند که هرگز آن آدم اندیشمند، دلسوز و پرهیزگاری که گمان می کند هست نبوده است. او چیزی جز یک بیشعور مذهبی نبود. والتر نمی توانست که به طرز بسیار ماهرانه خودش را هم فریب می داده. او باور داشت که نه تنها تمام اعمال و رفتارش شرافتمندانه بوده بلکه حتی بعضی از کارهایش را مصداق بارز ایثار و فداکاری می است. مثلا معتقد بود که خودش را فدای زنان کلیسا رو کرده به این ترتیبی که مرهمی بر درد تنهایشان شده و با برآوردن ضروری ترین نیازهایشان کمک کرده که به زندگی با شوهران سرد مزاجشان ادامه دهند. اما بالاخره قبول کرد که بزرگترین عطیه الهی برای عالم نسوان یا هیچ عالم دیگری نبوده است متوجه شد که چقدر به دیگران آسیب رسانده و از اختیاراتش سوء استفاده کرده است هرگز آن روز را فراموش نمی کنم که به من نظر کرد و گفت آیا من بیشور بودم؟ فرزند؟ چنین لحظاتی به کار روان درمانی من ارزش می بخشن؟ بعد از ماها مشاوره و درمان، والتر با تقاضای طلاق همسرش موافقت کرد و کلیسا را هم ترک گفت. سختترین درس او در که این مطلب مهم بود که سایر مردم برای این خلق نشدند که او با آنها سرگرم شود و بر ایشان فرمان بران. بنابراین باید به کلی رفتارش را عوض کند و راه و روش دیگری را در پیش بگیرد. والتر الان در گوشه از خاور میانه به شطوربانی مشغول است. او مدعی است که خدا را دوباره شناخته است و میگوید اگر خداوند بتواند امثال این مؤمنان بمگذار و من بیشور را ببخشد پس قدرت بندترین قادر جهان است و اگر کسی از او درخواست کمک یا راهنمایی کند با مهربانی جواب می دهد هیچ وقت با یک بیشور صلاح مشورت نکن صدایی که در کویر میپیچید، انگار زمزمه می کند صحیح از این سرگذشت ها میتوان نکات چندی درباره بیشوری دانست. هر آدمی چه پول دار و چه بی پول، چه زن و چه مرد، چه پیر، چه جوان ممکن است به بیشوری مبتلا شود. نه باهوش بودن و نه کودن بودن هیچ کدام مانع از ابتلا به این آرزه نمی شود. به عبارت دیگر بیشوری مرضی است که میتواند هر کسی را در هر زمانی بدون هیچ هشداری آلوده کند. از خاخامی که در طول زندگیش بیشورهای فراوانی دیده روایت است که هر کسی در شرایط ویژه می تواند وقیح باشد. همین که آن شرایط از بین رفت آدم معمولی به خود می آید و از وقاحتش پشیمان و سرفکنده می شود. اما آدم بیشور دنبال فراهم کردن شرایط دیگری می کردد. این سرگزش ها را از آن رو برای نقل کردن انتخاب کردم تا تنوع رفتاری بیشعورها را نشان داده باشم، هرچند که در نهایت هر بیشعوری منحصر به فرد است و فرمولی برای شناسایی دقیق بیشعورها وجود ندارد، همانقدر که انسانها پیچیده و گونگونه اند، بیشعورها هم پیچیده و گونگونه اند و به همین میزان راه های درمان این بیماری هم پیچیده و گونگونه است. شاید فقط تعریف کامل این آرزه کتاب مستقل دیگری را به طلبت که البته نگارش آن بیش از مباحث روانشناسانه بستگی به میزان فروش این کتاب دارد. فروشی که با در نظر گرفتن کمیت بیشورها باید خوب باشد. فقط در ایالات متحده آمریکا بیش از میلیون بیشعور وجود دارد که هر کدام هر سر به فردند و همین امر هم من را امیدوار می کند که کتاب های زیادی از این دست بتوانم بنویسم. و روانه بازار کنم در هر حال برخی از خصوصیات مشترک بیشورها اینها هستند خودپسندی فجی نفرت انگیزی بیحد خیرخواهی متکبرانه زمیر ناخداگاه غیر قابل نفوز که با مته علماس هم نمیتوان به آن نفوز کرد کسب قدرت با خار و خفیف کردن دیگران امتناع از صفات اصلی انسانی سوء استفاده بیرحمانه از آدم های ساده. این صفات را به همراه موارد دیگر در فصل های پیش رو بررسی خواهیم کرد. فعلا نگران این چیزها نباشید. بالاخره دیر یا زود به این نتیجه خواهید رسید که احساس همزاد پنداریتان درست است. تمرین ها یک آیا با خواندن هیچ کدام از این داستان ها یاد شخص خاصی نیفتادید؟ آیا آن شخص خاص را هر روز صبح توی آینه نمی بینید؟ وقتی به خودتان فکر می کنید چه ویژگی هایی به نظرتان می رسد؟ فکر می کنید کدام یک از رفتارهایتان چند شاورتر است؟ دو بهتر از یک دفتر بسیار بزرگ برای ثبت این موارد تهیه کنید و در هنگام خواندن این کتاب موارد دیگری را که به ذهنتان خواهد رسید در آن دفتر ثبت کنید. تعریف بیشوری بزرگترین راز خلقت این نیست که خدا چرا جهان را خلق کرده است بلکه این است که چرا بیشورها را اینقدر گستاخ و منفور آفریده است دیوار نوشته ای پشت یک در در کلیسای بستون تا اینجا بارها و بارها از اصطلاحات بیشور و بیشوری استفاده کردیم بدون آنکه تعریف دقیقی از آنها ارائه کنیم از خود اسمها نمیتوان به تعریف مسمای آنها رسید. یکی از راه های عمومی شناختن بیشورها شناسایی موقعیت های بروز است. مثلا خود من در خواب هم نمیتوانم تصور کنم که در دادگاه کسی جز یک وکیل بیشور از من دفاع کند. هیچ تعریف مختصری نمیتواند پیچیدگی شگفت آور پدیده بیشوری را بیان کند. اما این مسئله لاین هر نیست. بسیاری از مردم عقیده دارند. شاید من نتوانم بیشوری را تعریف کنم اما قطعا وقتی بیشوری را ببینم میشناسمش. و این سخن درستی است. تقریبا همه در این امر اتفاق نظر دارند که بیشور کسی است که رفتار واقعی و نفرت انگیزی را به صورت کاملا ارادی و عمدی از خود بروز می و از ایجاد اختلالی که در کارها به وجود آورده و آزاری که به دیگران رسانده قلبا بسیار خوشحال است البته همیشه منتقدانی هستند که به این نوع تعریف معترضند و آن را از زبان یک درمانگر متخصص زیادی دم دستی و گل و گشاد میدانند پاسخ علمی من هم در مقابل این است آنقدر اعتراض کنند تا جانشان در بیاید دیگران اعتراض می کنند که کلمه بیشعور واژه آمیانه نسبتاً جدیدی است که فقط برای تحقیر و استحصاب کار می رود و از این رو درست نیست که به عنوان اصطلاح پزشکی به کار رود چون ممکن است باعث جریه دار شدن احساسات بیماران شود روشن است که این جماعت چیز زیادی درباره بیشوری نمی دارند و این واقعیت را که بیشورها هیچ گونه احساساتی ندارند در نظر نمی گیرند به عبارت دیگر احساسات یک آدم بیشور تا زمانی که او در مسیر درمان و بهبودی قرار نگیرد اصولا غیر قابل جریه دار شدن است. بعضی ها هم میگویند که واژه بیشعوری خیلی سابژکتیو و ذهنی است. گویا بیشعورها فقط در نظر ناظر وجود دارند. شخصا به عنوان یک مقعد شناس سابق معتقدم که این نظر فقط به درد استعمال به گویندگان این قبیل حرف های قلمبه و سلمبه می خورد. فکر می کنم که با این اوصاف باید مطلبی را روشن کنم. و آن این است که حفظ و استعمال واژه بیشور در درمان این بیماری ارزش و اهمیت بسیار زیادی دارد. همانطوری که مثلا نمیتوان در درمان بیماران مبتلا به پارانویا این اصطلاح را نادیده گرفت، در درمان بیشوری هم نمیتوان این واژه کلیدی را حذف کرد. منتها بیشوری یک بیماری کاملا مشخص و معین نیست. درست است که مردم عادی خوششان نمیآید که بیشور نامیده شود، اما مردم عادی که بیشور نیستند. بیشعورها پر رو، نفرت انگیز، ترسناک و متکبرند و باید اسمی رویشان باشد که دست کم کمی به خود بیاوردشان. بسیاری از مردم الکل می نوشند. اما هیچکس نمیخواهد الکلی نامیده شود و درست به همین دلیل اولین مرحله از برنامه مرحله ترک الکل آن است که شخص قبول کند که الکلی است از همین رو آدم بیشور اولین گام درمان و بهبودیش را حتما باید با گفتن من بیشورم آغاز کند و حتی گفتن جملاتی مشابه نظیر من آدم وقیهیم اصلا آن اثر لازم را ندارد در حقیقت آنچه باعث اشتباه این اشکال گیران می شود آن است که هنوز درک نکردند که بیشوری یک بیماری است و نه مثلا فقدان ادب بیشوری حتی یک گرایش عادی به سرکشی و تمرد هم نیست اینها اختلالات شخصیتی هست. در حالی که بیشوری یک نوع اعتیاد است به قدرت تحقیر و سرکوب کردن سایرین وظیف شناسی بیحد و شهوت تسلط بر دیگران این بیماری تا عادل درونی قربانیش را برهم می زند و او را به بیچارگی و بدبختی می اندازد تا زمانی که آدم شود و اعتراف کند من بیشعورم بسیاری از انسانها در سراسر جهان با این عقیده من موافقت یک بار زن خانداری با عصبانیت به من گفت هر کسی گفته هیچ بیشوری در دنیا وجود ندارد خودش هم بیشور است من سه تا بچه بیشور دارم و هر روز دارم هر چهار را تحمل می کنم آخر شوهرم هم بیشور است پیش خدمتی در یکی از شعبه های مکدونالد می گفت آدم های بیشور را از یک مایلی هم می توانم بشناسم از آن اولاغ های اوتو کشیده که اگر دوبل برگرشان دیر شود آسمان را به زمین می آورد. یکی از بیشورهای تحت درمان می گوید تا زمانی که شروع به درمان نکرده بودم هیچ تصوری از اینکه چند نفر دیگر بیشورن نداشتم اما مدتی که گذشت فهمیدم که تمام دوستانم هم بیشورند ولی وقتی بهشان پیشنهاد کردم که با من در جلسات درمانی شرکت کنند فقط مثل بیشورها به هم خندیدن یکی دیگر از بیشورهای تحت درمان می گوید به خاطر بیشوریم شغل و خانوادم را از دست دادم. میخواستم به همه دنیا مسلط باشم در حالی که حتی نمیتوانستم به خودم مسلط باشم. یک معتاد بدبخت و زلیل بودم. خیلی وحشتناک بود. بعضی از درمانگرها حتی تا آنجا پیش رفتند که ادعا میکنند همه آدم ها بیشورند. فقط کافیز شناسایی شود. احتمال دارد که این نظریه درست باشد. دست کم در مورد وکلا و دلال ها که صدق می کند. تاریخچه پیشوری بیشور ها همیشه وجود داشتند و اکنون بیشتر از همیشه وجود دارند. تمام آنچه که درباره تاریخ بیشوری باید دانست همین است. نشانه های بیشوری اپیدومولوژی بیشوری نشان می دهد که افراد بسیاری در مرز ابتلا به بیماری بیشوری قرار دارند. جدول صفحه بعد را ببینید. گروه کثیر از مردم به کارهای مشغولند که احتیاج به استعداد خاصی ندارد. نظیر کارمندان دونپایه، واعظان اخلاقی، مددکاران اجتماعی و تمام کسانی که حتی به قیمت سربریدن دیگران میخواهند جهان را نجات بدهند. اصولا هر کاری که در رابطه با قانون است به خصوص اگر با نظارت و اجبار همراه باشد خطر بیشور سازی را در خود دارد اما بیشترین میزان خطر ابتلا در حرفه ممیزی مالیات دیده می شود به نحوی که شاغلین به این حرفه بعد از چند ما باور می کنند که بیشور پسفند اسم آنهاست نتایج تحقیقات گوناگون در این زمینه نشان می دهد که بیشک در میان کسانی که مدرک دکترایی روانپزشکی دارند تعداد زیادی بیشعور وجود دارد. یکی از تحقیقات مفید در این زمینه که به بررسی بیشعورها در میان ما می پردازد، تحقیق دکتر اچ ام روید است. دکتر روید استدلال و اثبات می کند که بیشعورها کسانی که حرس مقام و قدرت دارند. او در تحقیقات خود هیچ سیاستمدار، مدار، یا پزشکی را نیافته است که به خاطر سیاست و از یا تبابت بیشور شده باشد. بلکه آنها به خاطر بیشوری خودشان به سمت شغلهایی رفتند که بتوانند بر روی مردم تسلط داشته باشند و با وجود حقارت بر دیگران حکم برانند. مانند بسیاری از بیماری ها بیشوری هم ممکن است به ارث برسد. بسیاری از بیشورها این بیماری را از پدر یا مادرشان به ارث بردند. البته بعضی از فرزندان افراد بیشور آنچنان از رفتار بیشورانه والدینشان زده می شوند که از هر خصوصیت بیشورانه ای اجتناب می کند. اما بیشترشان به ویروس بیشوری آلوده و مثل والدین عوضیشان میشوند. یکی از آسانترین راه های شناسایی بیشورها تحقیق بر روی خصوصیات جاه آنهاست. بیشتر بیشورها را می توان از روی رفتار تهاجمی و اخلاق قلدر معابانهشان شناخت. اگر با گردن کلوفتی و ترساندن دیگران نتوانند کارشان را به انجام برسانند، حقه سوار می کنن. یا قانون و مقررات را طوری انگلک می کنند که نتیجهش به نفعشان شود. در مواقع ضروری، اهل جیغ کشیدن، لگت زدن و خود را به موش زدن هم هستند. نیکیتا خوروچف وقتی بالنگ کفش روی میز سازمان ملل کوبید و اعلام کرد که قرب را به خاک خواهد سپرد یکی از نمونه های اینی بیشوری در مقیاس جهانی بود. وقتی که بیشوری بیشورها به رویشان آورده شود و به آنها بابت رفتارشان تذکر داده شود بلافاصله شروع به انکار همه چیز می کنند و به سرعت طلبکار هم می شود. یعنی شروع میکنن به انتقاد از کسی که گفته بالای چشمشان ابروز و به او میگویند که آدم وقی و قرض است. اگر هم قادر به انجام هیچ کدام از این کارها نباشند، جوش میآورند و میگویند که اینها همگی حاصل توطعه و دستیسه است و آنها بیگناهند. مثل تمام اعتیادها مسئله کار در بیشعوری هم مسئله مهمی است. بیشورها قبول نمی کنند که باید مسئولیت پذیر باشند یا دست کم زیر حرفشان نزنند و حاضر به پذیرش اشکال و اشتباه در کارشان باشند. بدتر از همه این که حتی حاضر نیستن قبول کنند که به هر حال به عنوان یک انسان وظایف و تعهداتی دارند که باید به آنها عمل کنند و پایبندشان باشند. بدیهی است که چنین آدمهایی با یک دستورالعمل معمولی اصلاح نمی شوند. بیشورها برای خودشان قواعد نانوشته ای دارند که بر طبق آن رفتار می کنند. بعضی از این قواعد از این قرارند. تمام مشکلات را دیگران به وجود آوردند. اصلا نیازی به ریشه یابی و حل مشکلات نیست. فقط یکی را پیدا کن که تقصیرها را گردنش بیاندازی. کم نیاورد. تمام کاستی ها و خطاها را میتوان در پشت نقابی از وقاحت و گستاخی پنهان کرد. هر چقدر که جرمت بزرگتر است، باید پرویت پر هم بیشتر باشد. تمام قوانین برای این به وجود آمدن که نقص شوند اما فقط تو این حق را داری. اگر کسی دیگر این کار را انجام داد دودمانش را برباد بده. اگر از قانونی خسته شدی مطابق نیازت یکی دیگر بساز. اما به محض آنکه به خواستت رسیدی آنها را هم نقص کن. هرگز در تواناییت در به دست آوردن هر چیز کسیفی که اراده کنی شک نکنی. خود من بیشور و بیشوری را بر این گونه مشاهدات تعریف می کنم. یعنی معتقدم برای تعریف بیشوری به جای پناه بردن به تعاریف جامع و مانعی که مرسوم است باید به صفات و علائم بیشوری و بیشورها پرداخت. بیشورها کسانی هستند که فکر می کنند قانون در رابطه با آنها تعریف و معین می شود و آنها تافته های جدا بافته که حق انجام هر کاری را که اراده کنند دارد. بیشوری نوعی بیماری است که قوه تشخیص و نظام ارزشگذاری مبتلایان را آلوده می کند و باعث می شود تا این افراد هر کاری را بدون شایستگی انجام آن و بدون ذره احساس گناه، شرم یا پشیمانی انجام دهند. آیا واقعا بیشوری مرض است؟ پاسخ من به این پرسش یک بله قاطع و بلند است. بیشوری مرض وقاحت و سوء استفاده از دیگران است. آدم بیشور نمیتواند به دیگران گیر ندهد. انگار اگر دست از اشکالگیری بردارد یا دیگران را تحقیر نکند جانش در می آید. دلیل دیگر در اثبات این مدعا که بیشوری بیماری است و باید با آن مثل یک بیماری رفتار کرد خصوصیات افزایش تدریجی آن است. به این ترتیب اگر بدون درمان رها شود موزل بیشوری عمیقتر می شود. مثلا در تجارت بیشعورهای خورد پا سعی می کنند که به بیشعورهای تراز اول و بزرگ تبدیل شوند. همین مسئله بیشعوری را به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل می کند. ناگهان ممکن است یکی که می تواند فقط صد نفر را در هر روز بدبخت کند ترقی کند و قدرتی به دست بیاورد که بتواند روزانه هزاران نفر را بدبخت کند. مشکل درمان بیشوری آن است که آدم بیشور معمولا قبول نمی کند که بیشور است. اگر هم عاقبت این واقعیت را به تدریج قبول کند باز تمایل دارد که تقصیر آن را به گردن دیگران بیندازد از این رو صرف درمان رفتارهای آشکارا وقیحانه و, و تهدیدآمیز بیشورها کافی نیست چنین تلاشهایی فقط منجر به تولید نوع آبزیر کاهتر و حرفی تری از بیشورها می شود که در مقابل هر نحی و اعتراض مسئولیت خواهند داشت به جای چنین کارهایی باید قوه تشخیص و نظام ارزشگذاری آنها را درمان کنیم و کاری کنیم که با وجدانشان وجدانی که سالها با آن سر و کاری نداشتند ارتباط برقرار کنند باید خسایل انسانی بیشورها را احیا کنیم و شاید چنین کاری طولانی و طاقت فرسا باشد از سوی دیگر این بیماری به شدت واگیدار است تا آنجا که حتی ممکن است یک درمانگر قوی و با اراده به راحتی تحت تأثیر استدلال ها و دفاعیات یک بیشور قرار گیرد و تا آنجا پیش برود که بعد از مدتی او هم مثل بیشورها رفتار کند. به این خاطر است که ما باید بیشوری را از حالت تابو خارج کنیم و آن را با شفافیت نمایش دهیم. نباید از نامیدن بیشورها به نام بیشور شانه خالی کنیم. چرا که همین ملاحظات و تعارف هاست که باعث می شود بیشورها بیشتر و بیشتر در بیشعوریشان قهر شود. مدت های مدیدی بیشوری یک بیماری اسمش را نبر بود. اما اکنون زمان آن رسیده که واقعیت ها درباره این بیماری با شهامت پذیرفته شود و درمانش آغاز گردد. اگر دلمان برای خودمان نمی سوزد باید برای آیندگار هم که شده این کار را بکنیم. دنیا در خطر است. تمرین ها 1. آیا هرگز مثل ها رفتار کرده اید؟ دو آیا کسی را تا به حال تحقیر کرده اید یا دوست داشته اید که چنین کاری بکنید؟ یک یا دو صفحه درباره آن شخص در دفترتان بنویسید بعد آن را بخوانید فکر نمی کنید بیشور باشید؟